عزیزان وقتی که یک مسئولیتی به ما واگذار میشه این مسئولیت این نیست که شما بیایید رهبر یک کشور بشید رئیس جمهور بشید وزیر بشید مشیر بشید استاندار بشید مسئول نظامی بشید فلان بشید نه از یک مسئولیت کوتاه و کوچیک مسئولیت دو ساعته ای که شما سر صف نونوایی دارید مردم نون میفروشید مسئولیت نمیدونم اداره خانواده مسئولیت اداره یک مؤسسه علمی، محسسه بهداشتی، محسسه دینی، محسسه خدماتی هر گونه مسئولیت بسیار کوچیکی که در حیطه خانواده یا بسیار بزرگ در حیطه رهبری کشور همه اینها مسئولیت هاست و همه اینها امانت هاست و در همه اینها شما بازخواست میشه کلکم را و کلکم مسئول عن نمرایی هر یکی از ما به شیوهی مسئولیتی داریم یعنی هیچ احد و ناسی نیست که ما بگیم مسئول نیست کل لکم همه شما مسئولی و کل مسئولون مسئول هم ریته و همه شما از اون هیته فعالیت خودتون از اون فضای تکالیف خودتون بازجویی و بازپرسی میشین پدر مسئول خانواده است مادر مسئول خانه و فرزندان هست یه خادمی که تو این خانواده کار میکنه مسئول همون مسئولیت با این باغبان است مسئول باغبانی است و این راننده است مسئولیت رانندگی رو داره این بچه ها رو تر خوش میکنه مسئولیت این رو داره این آشپز هست در همون آشپزیش همه افراد هر مسئولیتی که دارند در مقابل اون مسئول و دین هم چی هست؟ دین الدین النصیحه دین یعنی اینی که هر آنچه که خراب هست در جامعه رو اصلاحش کن نصیحت کردن یعنی افراد رو تشویق کردن به سوی بهتر شدن به سوی پاک کردن و دور کردن ضد ارزش ها به سوی نهادینه کردن ارزش ها یعنی گفتن نصیحت به کی یا رسول الله فرمودن دلاله ولی کتابه ولی رسوله ولی ائمه المسلمین محمدی این نصیحت باید برای همه باشه نصیحت بر معیارهای الهی نصیحت بر اون قوانینی که خداوند متعال در قرآن کریم آورده نصیحت بر معیارهای فرامین رسول اکرم صلی الله علیه وسلم این نصیحت برای مسئولین باشه هر مسئولی رو که دیدید کج رفت نصیحتش بکن براش بنویس حرفت رو بهش برسون ظلم و ستم کرد اون ظلم و ستم رو فیلم برداریش کن به جامعه برسون که جلوشو بگیرن از اهرم های اجتماعی استفاده کن اهرام اجتماعی وجود نداره اهرم اجتماعی درست بکن همه در همه هیته های فعالیت باید یک کمیته باشه کمیته معلمین کمیته معلمین ریاضی کمیته معلمین شیمی کمیته نمیدان نونوها کمیته فلان کمیته اعلان همه اینها رو باید ما اهرم به عنوان اهرم های فعالیت و اصلاح اشتباه به کار بگیریم رئیس آموزش پرورش اومده یک انسان لایق رو به کار گرفته همه معلم ها بعد از اینکه درسشون تموم میشه برن تحسن بکنن توی آموزش پرورش و مجبور بکنن که این آقا بدونه که خط قرمز ها رو نباید تخطی بکنه نه این کارو نکردید این کارو اگر نکردید امروز یک فرد نالایقی رو آورد و به عنوان دبیر, شیمی در مدرسه شما جا گذاشت فردا پسر عمویش که دیوونه هست از دیوونه خونه ورش میداره میاره میکنه نایب خودش پس فردا دختر خالهش که یک نمیدونم انحرافات اخلاقی داره این رو میاره و میکندش به صلاح مستشار اولش و تو ما باید بریم اونجا هر غلطی که میخواد, میخواد همون آله شهوت اون بشی تا بتونی به اهدافت یا بتونی کارت رو را بندازی نه اینکه یعنی این مزخرفاتی رو کردن در جامعه میبینیم نتیجه چه هست شما میبینید که مثلا رئیس جمهور میاد روی مردم فخر میفروشه که من فلان کار رو براتون کردم ما نمیدونم در فلان جا جاده درست کردیم ما فلان بیمارستان تا دو تا لامپ توش گذاشتیم انگار از پول باباش داده و مردم هم دست تشکرش میکنن که چه کار بزرگی کرده یعنی چه کار بزرگی کرده مسئولیتش رو انجام داده تشکری هم برای مسئولیت انجام دادن نیست یعنی هر وقت یک نانوایی یه نون میپزه ما میریم دستشو میبوسیم میگیم کار خودشو داره انجام میده وظیفه‌اش انجام میده نانوایی نانوایی شو میچرخونه رفتگر خیابونو تمیز میکنه فلان فلان تمیز میکنه بله ما قدردانی میکنیم از همه قدردانی میکنیم همون قدرانی که از یک خفتگری که خیابان رو تمیز میکنه باید بکنیم در از رئیس جمهور اگر کار خوبی کرد همون به همون اندازه اما نه اینی که بهش احساس بدیم که بله آقا این مننت بر ما داره چیکار چه, چه مننتی داره وظیفه‌اش انجام بده